السلام علیکم شاگردان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. صنف پنجم، مضمون ریاضی. شاگردان عزیز، موضوع درس امروز ما ضرب اعداد چند رقمی با چند رقمی، درس ششم ما هست، جلسه 27، صفحه 15 کتابتان. شاگردان عزیز باز کنید صفحه 15 با قلم و کتابچه‌تان آماده باشین. آفرین شاگردان عزیز، صفحه 15 کتابتان. صفحه 15 کتابتان شروع فصل دوم ما هست. فصل اول ما تمام شد، یعنی در فصل اول خواندیم عملی جمع و عملی تفریق با تمام خواصش. در این فصل می‌خوانیم عملی ضرب و تقسیم و خواصش. درست است شاگرد عزیز؟ آفرین. پس عنوان ما از درس امروز ما ضرب اعداد چند رقمی با چند رقمی. دقت کنیم. مثال اول شاگرد عزیز کار میکنیم. در ضرب اعداد چند رقمی دو رقمی دو مرحله را در نظر میگیریم شاگرد عزیز. مرحله اولی که رقم یک های جز دوم ضرب را ضرب جز اول ضرب میکنیم. دقت کنید، رقم یک هایش که عدد دوست، ضرب جز اول میکنیم، یعنی دو رو ضرب 63 میکنیم. در مرحله دوم رقم ده های جز دوم ضرب را ضرب جز اول ضرب میکنیم. رقم ده ها 4 هست، ضرب 63 که جز اول است ضرب میکنیم. بزیر مرتبه ده ها به ترتیب نوشته، بعد از آن حاصل ضرب ها را با هم جمع میکنیم. حاصل ضرب اعداد دو رقمی و دو رقمی حاصل میشه. دقت کنید شاگرد عزیز، کارش میکنیم. عدد 63 ضرب عدد 42. پس نوشته میکنیم، در اینجا به صورت عمودی نوشته میکنیم که بر شما هم کمی راحت شد. میگیم عدد 63 ضرب عدد 42. ضرب کنید شاگرد عزیز. در مرحله اول گفتیم رقم یک های جز دوم. شاگرد عزیز، عدد 63 هست جز اول و عدد 42 هست جز دوم از ضرب و جز اول ضرب. حالا شاگرد عزیز، رقم یک های جز دوم از جز دوم ما رو ببینید. از 42 رقم یک هایش عدد دو رو میگیریم، ضرب جز اول که عدد 63 هست ضرب میکنیم در مرحله اول. خیلی خوب، دو ضرب 3 مساوی به چند میشه شاگرد عزیز؟ یعنی دو ضرب 3 مساوی به، آفرین، مساوی به 6. دو ضرب 3 6، یا 3 ضرب 2 6. پس نوشته میکنیم 6. دو ضرب 6 چند میشه شاگرد عزیز؟ یعنی یک دو دو رو بخونیم. یک دو دو، دو دو 4، 3 دو 6، 4 دو 8، 5 دو 10، 6 دو 12. یعنی دو ضرب 6 مساوی میشه به 12. دقت کنید شاگرد عزیز، این بود از مرحله اول ما. حاصل ضرب ما شد 126. در مرحله دوم رقم ده ها رو میگیریم. رقم ده های ما کدام عدد است شاگرد عزیز؟ عدد 4 هست. پس عدد 4 رو میگیریم، ضرب جز اول ضرب، یعنی 63 میگیریم. پس میگیم که 4 ضرب 63. 4 ضرب 3 چند میشه شاگرد عزیز؟ و دقت کنید زمانی که ضرب میکنین از مرتبه ده ها شروع میکنین. 4 ضرب 3 مساوی میشه 1 4 4 2 4 8 3 4 12. پس 12 رو 2ش 1 حاصل شاگرد عزیز. حالا 4 ضرب 6 یعنی 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 5 4 20 6 4 24. پس 24 جمع 1 حاصل ما چند میشه؟ 25. پس نوشته میکنیم 25. حالا دقت کنید شاگرد عزیز، زمانی که مرحله اول ضرب نوشته کردیم اینجا، مرحله دومشم کار کردیم، پس این حاصل های ضربی رو با هم دیگر چی میکنیم؟ در قسمت جمع میکنیم. دقت کنین، در قسمت پایین 6 هیچ عدد نداریم، پس خود عدد پایین میکنیم. عدد 6 خودش. دو جمع دو چند میشه شاگردا؟ یعنی بالای دو، دو عدد دیگه اضافه کنیم، مساوی میشه با 4. یک جمع 5 یعنی بالای 5، یک عدد دیگه اضافه کنیم، چند میشه شاگردا عزیز؟ مساوی میشه با 6. و عدد دوم خودش پایین میکنیم. پس حاصل ضرب ما چند شد؟ حاصل ضرب ما 2646. یعنی زمانی که عدد دو رقمی رو با دو رقمی ضرب کردیم،
حاصل ما یک عدد چهار رقمی برآمد شاگردای عزیز، پس 2646 به نام حاصل ضرب یاد بکنه شده. حاصل ضرب. و در اینجا دقت کنین 126 به نام چی یاد میشه؟ مرحله اول ما از حاصل ضرب کدام عدد به دست آمد؟ از عدد 2 ضرب 63 کی میشه؟ میتونین بگین به نام مرحله اول. و 252 رقم ده هاره که ضرب جز اول ضرب کردیم، پس میگیم که از حاصل ضرب کدام عدد به دست آمد؟ از عدد 4 ضرب 63. 4 ضرب 63 پس یه به نام مرحله دوم یاد میکنیم، دوم ضرب. یعنی در مرحله اول یک هاره میگیریم ضرب جز اول ضرب میکنیم، اینه برای مرحله اول میگه. در مرحله دوم ده ها رو میگیریم، یعنی رقم ده ها رو میگیریم ضرب جز اول ضرب میکنیم، پس یه برای مرحله دوم یاد میکنیم شاگردا. پس در آخر چی کار میکنیم؟ این عدد ها یعنی حاصل های ضرب با هم دیگر جمع میکنیم که حاصل ضرب ما به دست بیایه. درست شاگردا عزیز؟ پس دقت بیاین در اینجا. در اینجا شاگردای عزیز داریم که در قسمت فعالیت برتون سوال ها داده شده و از او قسمت 3 سوال شده گرفتیم که حال با هم دیگر کار میکنیم. خب سوال اول ما یک عدد دو رقمی با دو رقمی هست، یعنی عدد 64 ضرب 23 هست شاگردای عزیز. پس چی کار میکنیم؟ گفتیم در مرحله اول ما رقم یک ها رو میگیریم، رقم یک های ما چند است؟ 3. 3 ضرب 64 جز اول ضرب میکنیم، 64 جز اول ضرب است و 23 جز دوم، پس رقم یک های جز دوم یعنی 3 ضرب 64 میکنیم. خب 3 ضرب 4 یعنی 1 3 3، 2 3 6 3 3 9 4 3 12. فنی شاگرد عزیز، پس 12 رو میگیم 2 1 حاصل. این بار جز اول از یک های جز دوم از ضرب جز اول دوم جز اول ضرب میکنیم، 3 ضرب 6. پس 1 3 3 رو بخونه شاگردا، 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18. آفرین شاگردا، 18 با یک حاصل ما میشه چند؟ 19. حالا شاگردا عزیز، پس در مرحله اول جز یک های جز دوم گرفتیم، ضرب جز اول کردیم، حاصل شد 192. حالا جز دوم میگیریم، رقم ده های جز دوم از ضرب جز اول میکنیم، 2 ضرب 4. پس بخوانیم 1 2 2 رو ضرب زبانی، 1 2 2 رو شاگردای عزیز، 1 2 2 2 2 4، 3 2 6 4 2 8. بسیار عالی. پس در رقم یعنی در مرتبه ده ها نوشته میکنیم، 4 2 8 یا 2 4 8. حالا 2 ضرب 6، 1 2 2 2 2 4، 3 2 6 4 2 8، 5 2 6 2 12. پس 12 چند میشه؟ در اینجا نوشته میکنیم به ادامهش عدد 12. پس این حاصل های ضربی مرحله اول و دومه با هم دیگر چی میکنیم شاگرد عزیز؟ جمع میکنیم. دقت کنیم، 2 در قسمت پایینش هیچ عدد نیست، پس خود عدد 2 میه. 9 جمع 8 چند میشه؟ یعنی 9 تا داریم، بالاش 8 های دیگر اضافه کنیم شاگرد. 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. 8 های دیگر که اضافه کردیم چند شد؟ چند؟ 17. آفرین شاگردا، پس 17 خودش یکی حاصل اینجا میمونه. یک حاصل با یک جمع میشه چند میشه؟ 1 جمع 1 2، 2 جمع 2 4. پس نوشتن میکنیم عدد 4. و عدد یکم خودش پایین میکنیم، پس حاصل ضرب ما شاگردای عزیز چند برآمد؟ 1472 عبارت است حاصل ضرب ماست. دقت کنین، عبارت از حاصل ضرب. خب دقت کنین شاگردای عزیز، سوال بعدی ما را 98 ضرب 65 دقت کردین؟ آفرین شاگردا. پس برای حلش جزء از جزء دوم رقم یک هاش میگیرین، ضرب جزء اول ضرب میکنین که جزء اول ما هست 98، جزء دوم 65. پس
5 ضرب 8 یعنی 5 1 5 5 بخونید تا 8 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20 5 5 25 6 5 30 7 5 35 8 5 شاگرد چند میشه؟ آفرین 40. پس 40 صفرش 4 حاصل. حالا شاگرد عزیز 1 5 5 بخونید 9 مرتبه. 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20 5 5 25 6 5 30 7 5 35 8 5 40 9 5 45. 45 جمع 4 حاصل چند میشه؟ 45. بالاش 4 تا اضافه کنیم 45 46 47 48 49. پس حاصل ما چند شد؟ 49. خب شاگرد عزیز مرحله اول تمام شد. در مرحله دوم گفتیم رقم 10 های جزء دوم میگیریم، ضرب جزء اول ضرب میکنیم. 6 ضرب 8. 1 6 6 بخونید تا 8. 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 30 6 6 36 7 6 42 8 6 48. پس 48 8ش باز هم 4 حاصل شاگرد عزیز. دقت کنین این بار جزء دومه رقم ده های جزء دومه ضرب 9 میگن، یعنی 1 6 6 9 مرتبه بخونین شاگرد عزیز. به خاطر که آسان شد شاگرد ها اگر 9 9 رو یاد داشتین میتونین 9 9 رو بخونین زودتر به جواب میرسین. یعنی 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 36 5 9 45 6 9 54. پس 54 جمع 4 حاصل ما شاگرد عزیز چند میشه؟ 54 55 56 57 58. پس در اینجا میشه 58. حالا شاگرد عزیز دقت کنین، پس حاصل های ضربی مرحله اول مرحله دوم با هم دیگرشون جمع میکنیم. صفر در قسمت پایینش هیچ عدد نیست، پس خود صفر میه. 9 جمع 8 چند میشه شاگردا؟ یعنی بالای 9 8 عدد اضافه میکنیم. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 تا اضافه کنیم چند شد؟ چند شد شاگردا؟ یعنی 9 9 جمع 8 16 شد، با یکش میشه 17. آفرین. 7 در 7ش 1 حاصل. 1 جمع 4 5. 5 جمع 8 میشه چند شاگردا؟ آفرین 13. 13 در 3ش باز هم 1 حاصل. پس 1 حاصل همراه 5 جمع میشه. 1 جمع 5 مساوی میشه به چند؟ مساوی به عدد 6 میشه شاگردا. پس حاصل ضرب ما کدام عدد به دست اومد؟ عدد 6370 عبارت از حاصل ضرب ما هست. حاصل ضرب. خوب شاگردای عزیز سوال بعدی رو ببینین. عدد 3 رقمی ضرب 3 رقمی هست. پس این سوال کار خانگیتان باشه شاگردای عزیز. قلم کتابچه‌تون رو بگیرین، نوشته کنین 464 ضرب 102. اینو حل کنین شاگردای عزیز به همین ترتیب. تا جلسه بعدی ما خدا حافظ و نگهدار شما. وقت خوش.